آقای معینی، امروز اولین جلسه دادگاه حمید نوری اینجا در استکهلم در حال برگزاری است. به ما میگین که فکر میکنین این دادگاه چه تأثیری میتونه داشته باشه بر وضعیت آزادی بیان و همینطور حقوق بشر در ایران؟ ما در نخستین اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم و روی عدالت تاکید کردیم. آنچه که عدالت رو بتواند پیش ببرد، آن میتواند کمک کند به آزادی بیان و همچنین. در آخرین اطلاعیه گزارشگران بدون مرز ما ابراز خرسندی کردیم از برگزاری دادگاه حمید نوری و به ویژه برای آن که برای نخستین بار یک صفحه بسیار تاریک تاریخ ایران مورد بررسی قرار میگیره. در این رابطه سازمان گزارشگران بدون مرز از همان ماهای نخست با دادستانی سوئد ارتباط داشت، همکاری کرد در تکمیل بسیاری از پرونده های روزنامه نگارانی که اعدام شدند. واقعیت اینه بسیاری از روزنامه نگاران یا اعدامیان سال 67 روزنامه نگاران نشریه و روزنامه هایی بودند که شاید بسیاریشون از روزنامه های امروز ایران پرتیراژتر بودند. ما از دادستانی اینو خواستیم که در کنار همین جنایت جنگی، در کنار قتل عمد، بتوانیم در رابطه با این روزنامه نگاران نیز تحقیق انجام بشه، چون بخش هایی که به پرونده اینها مربوط بوده در رابطه با نوشتارها، مقاله ها و انتشار آنها در این نشریه ها. آقای معینی، شما به هر حال یک در واقع پیوند شخصی هم با موضوع دارید طبیعتاً، با توجه به اینکه از اعضای خانوادهتون در واقع در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 از دست دادید، اعدام شدن و روزنامه نگار هم بودن. به لحاظ حسی در واقع چه احساسی دارین الان که این دادگاه داره برگزار میشه؟ نخست بگم که برای آن که آشکار صحبت کرده باشیم، ما از همان روز اول در اطلاعیه گزارشگران این مسئله رو طرح کردیم که رضا معینی به عنوان مسئول دفتر ایران مسئول این پرونده است و خودش هم جز خانواده های قربانی. این از نظر قانونی اشکالی ایجاد نمی کنه در این رابطه، چون یک کار حرفه‌ای میشه. احساس خودم نخستین لحظه ای که جلوی این دادگاه اومدم گفتم کاش که این دادگاه در ایران برگزار میشد، کاش که مردم ایران می آمدند و می دیدند و با حقایق آشنا می شدند. و خوشحالم که اینو بگم، باید چنین دادگاهی، باید چون این دادگاه دموکراتیکی در ایران برگزار بشه. این میتونه برای ما اهمیت داشته باشه، درس آموزی داشته باشه که آنچه که مهمه محاکمه است و دستیابی به حقیقت. و این به نظرم احساس خوبیه، میتونم این احساس رو بگم، احساس خوبیه. خیلی متشکرم از شما.